خانم ها، آقایان، درودهای مرا بپذیرید. خوش آمدید به این برنامه. در روزهایی که به هر حال روزهای سخته، روی نوروز و بهار همچنان به مشام میرسه، ما امروز مهمان برجسته‌ای داریم در آستانه روز جهانی زن، 8 مارس، که روز دوشنبه است، برابر با 18 اسفند. 138 روز به بازی‌های المپیک توکیو مانده که به سوی جنبش برابری جنسیتی هم پیش میره. اما زنان ورزشکار ایران همچنان با مشکل قوانین دوران بردگی روبرو هستند. برای رفتن به میدانهای جهانی باید از شوهرشون اجازه بگیرن. 8 زن ورزشکار ایرانی به همین جهت ممنوع خروج شدن و نتوانستن به مسابقات جهانی برن. میهمان برجسته و ویژه امروز ما به مناسبت روز جهانی زن، بعد خانم مرضیه علیوردی هستن. خیلی خوش آمدید خانم علیوردی، لطف کردی که دعوت ما رو قبول کردی. درود بر شما آقای عدیزاده گرامی و همچنین بینندگان محترم تلویزیون ایران فردا. من سپاسگزارم از دعوتتون. ببینید شما ضمن همه این نمایش‌ها که داشتید، من پوستراشو دیدم، بعضیا رو در پاریس دیدم، لذت بردم. یک نمایش هم داشتین شما به اسم زن و معلومه که به هر حال این مسئله زن، دفاع از زن، یه جوری مشغله فکری شما هم هست، اینطور نیست؟ طبیعه آقای ادیب‌زاده. من به عنوان یک زن به هم نوعی خودم همیشه فکر میکنم به این حق و حقوق اجتماعی سیاسی که برخوردار نیستن، یا حق حیات. در واقع میشه گفتش که نیمی از جهان و میبینم که نادیده گرفته میشه، نیمی از جهان، و برای من غیر قابل تصوره. و اون چیزی که از توانم، یعنی توانشو دارم و امکانشو دارم، صحنه است و هنر و تئاتر، و سعی میکنم من وظیفه انسانی فرهنگی خودم رو ایفا کنم، انجام بدم و هر کس حتی یک قدم کوچیک برداره در این راه، یک واقعا وظیفه بزرگی رو پشت سر گذاشته. من خواستم یه شادباش بگم به همه هم‌نوع خودم، تمام زنهایی میتونم بگم جهان، به ویژه زنهای میهنم، مادرها، خواهرای میهنم، و امید دارم این روز روزی باشه که حقیقتا در تمام جهان، تمام کشورها رسمی شناخته بشه. من مطمئنم در برخی از کشورها، خاورمیانه به جایی که به طور رسمی شناخته نمیشه و روز زن روز دیگری است که ارتباط داره حالا به اون اعتقادات آیین و دین و این چیزا. و آرزو دارم واقعا روزی بشه که اصلا چیزی به نام روز مرد، روز زن نباشه و فقط روزی عنوان بشه، جهانی بشه، بگن روز انسان. خب و خیلی عالیه. عالیه. ببینید شما از صحنه صحبت کردید. شما در سالهای اخیر به خصوص به طرف نمایش‌های کمدی بیشتر میل کردید و به هر حال خب اون بینندگانتون رو هم به میخندونید، هم به اندیشه وامی دارید. چرا؟ کسانی که دستن در کار تئاتر هستن، کارورزای تئاتر، خوب آگاهن که کار به طنز و کمدی بسیار کار دشواریه. و من فکر میکنم در این مقطع زمانی که ما که در اکسیل هستیم، در میهنمون نیستیم، اندوه، تمام افکار، اخبارهای بد به ما هجوم میاره، به روح و روان ما تاثیر بد میگذاره. ما فکر میکنیم که اگر بتونیم ضمن لبخند به لب آوردن که بخشی از زندگی، فقط اندوه و گریه و غم نیست، از صبح که پا میشه تا شب فقط اندوه نیست، غم نیست، و به همین من فکر میکنم که تاثیر بسیار مثبت به روح و روان داره و بتونیم در عین حال پیام خودمون رو و مثل آینه بشیم برای مخاطبای خودمون. فکر میکنم این توی مقطع زمانی خیلی لازمه. البته گاه به گاه کارهای دیگر هم میکنیم، حماسی، تراژدی، ولی بیشتر تمرکز رو کارهای کمدیه که این فکر میکنم خیلی مفیده الان. از نظر شخص من که شیفته کارهای کمدیتونم، اون نمایش‌هایی که شما آوردید پاریس، حالا امیدوارم هر جای دنیا که نمایش بذارید من به هر حال یه پای اون نمایش‌ها باشم و ببینم. ولی برمیگردیم به مسئله زنای ورزشکار ایرانی. مجله معتبر اشپیگر چاپ آلمان، کشوری که شما در اون زندگی میکنید، در واکنش به خبر ممنوع خروجی سمیرا زرگری، سرمربی اسکی آلپاین ایران، به مسابقه قهرمانی جهان ایتالیا نوشت که این اجازه ندادن شوهر به یک قهرمان مرزهای بردگی است. آیا شما با این نظر اشپیگر موافقید؟ بسیار زیبا نوشته شده. اشپیگل یکی از واقعا روزنامه مجله های معتبر آلمانه. از این چیز دیگه نمیشه گفت. این حق از انسان گرفته بشه، حالا به سمت مربی یا حالا بازیکن، که اجازه نداشته باشی این زحمتی که سالهای سال کشیدی و در اون کار مهرورزی میکنی و این حق بگیرن به عنوان انسان ازت. این چیزی جز بردهداری نیست. تا زمانی که واقعا مذهب، آیین یا اعتقادات یا مرد سالاری سلطه داشته باشه در یک جامعه، این مشکلات هست، این تفاوت ها هست، این ناحقی ها هست، این تبعیض هست، عدم برخورداری از حقوق اجتماعی و عدم آگاهی از حقوق مدنی باعث اینجور چیزا میشه. واقعا آرزو دارم روزی بشه که دیگه مطرح نباشه که زن بخواد اجازه بگیره از انسانی به نام مرد برای فعالیت‌های هنری، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی خودش. ببینید جالبه که ما در ایران در سال 1928 قانون بردهداری رو لغو کردیم، یعنی لغو کردن. و آیا به نظر شما شایسته است که زنان ایران فقط با اجازه شوهرشون به سفر برن، حتی به خیابون برن؟ خب این یعنی بردهداری دیگه. این قانون که لغو شده در ایران. آقای ادیبزاده عزیز، من فکر میکنم تا زمانی که در یک جامعه، فرق نمیکنه در یک کشور، تا زمانی که بعضی محدودیت ها باشه، اونم میگم همش وابسته به این اعتقادات هست یا قانون هایی که برخلاف قانون اساسی، قانون بشریت و حقوق بشر هست. من بخوام نام ببرم این محدودیت ها اصلا بیشماره. از چیزای کوچک نام میبرم. حق ارث و ورثیه، وقتی که یک زن یک هشتم یا یک چهارم نسبت به برادر یک هشتم بگیر به عنوان مادر زن بعد از فوت همسر یا پدر، مادر فوت کنه، به این حق وارث بودن به یک هشتم یک چهارم. وقتی یک زن فوت میکنه، روی آگهی که برای تسلیت و فوتش هست اجازه ندارن حتی عکس این زن رو بگذارن، عکس این مادر رو بذارن، این خواهر رو بذارن. این یعنی چی؟ بخوام بشمارم خیلی از تا وقتی که بله. پس اجازه بدید که براتون وقت ما داره تموم میشه. بله. من درباره خودتون بپرسم، امیدواری به زندگی عادی و رفتن به صحنه‌های تئاتر، این مسئله کی اتفاق میفته؟ ما در زمان کرونا فعالیت قطع نکردیم، با همکارا و دوستان هنرمندم همانند منوچهر نامور آزاد و من چند سال اخیر باشون بسیار همکاری تنگاتنگ داشتم هنری رو صحنه و در بخش کودکان و جوانان با دوست خوبم کارگردان خوب نرگس وفادار. ما همینطور کارهای رو آماده داره میکنیم، در حد تولید میشه گفت و یه سری چیزا ضبط شده، نمایشنامه خوانی‌ها در رسانه ها اینا پخش شده. همین برنامه‌ریزی از فکر میکنیم از دیگه پاییز زمستان با تعداد کمتر دیگه سالن‌ها باز بشه و تورمونه میذاریم مثل همیشه برای اروپا. یار امیدوار کننده است که بالاخره زندگی عادی برمیگرده الان و همراه علی کارگردانمون و خانم مرضیه علیوردی، میهمان برجسته و عزیزمون، با همه شما بدرود میگم.